سلام بر پیشوای آزادی خواهان، سلام بر حسینی که خون قلبش را بخشید تا بنده های خدا را از جهل رهایی دهد. سلام علیکم و رحمت الله. عظم الله اجورنا بمصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا الله و ایاکم من الطالبین بثأره مع ولیه الامام المهدی من آل محمد علیه السلام. عرض تعزیت خدمت یکایک بیننده های محترم شبکه مقدس امام حسین علیه السلام به مناسبت اربعین سید الشهدا علیه السلام و تجدید حزن آل الله، رسیدن کاروان حسینی به این سرزمین، به کربلا، و زجه ها و ناله ها و جزع ها و فزع های آشورایی بی بی ام المصائب عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها و امام سجاد حضرت زین العابدین و دیگر افرادی که از خاندان پیامبر خاتم الانبیا در این کاروان نور بودند. تجدید مصائب عاشورا شد برای کاروانی که در طول این 40 روز از عاشورا، که این کاروان رو روز 11 به کوفه بردند با اون تفاصیلش، به شام بردند و بعد از شام مثل چنین روزی 20 سفر الاحزان به کربلا رسیدند، روزی نبود که جزع، فزع، ندبه و گریه و ناله در مصیبت سید الشهدا علیه السلام و شهدای کربلا میان این کاروان نباشد. ولی رسیدن به کربلا و حضور نزد قبرهای مطهر شهدا به گونه دیگر بود در این سرزمین در روز اربعین. و پس از گذشت 1400 سال، شیعیان و حسینیان از بیش از 80 کشور دنیا برای زیارت اربعین سید الشهدا علیه السلام خودشون رو به کربلا رساندند و جمعیت میلیونی که همچنان در شهر مقدس کربلا مشاهده می کنید و همچنان مسیرهای مشایع پر از ازدحام جمعیت است، همینطور که مانند هر روز دیگر امروز هم مشاهده کردید، ورودی های کربلا از ورودی با بغداد گرفته، از سید جوده گرفته، تصاویر زنده ای که دیدید و حتی مسیر نجف کربلا در تصاویر زنده مشایع مشاهده کردید که مملو و از ازدحام جمعیت مشایع هست که همچنان به سوی کربلا روانه هستند. و این جمعیتی که در شهر مقدس کربلا مشاهده می کنید، جمعیت زائران میلیونی اربعین سید الشهدا علیه السلام که هنوز هم روز به روز به تعدادشون افزوده میشه، مسیرهای مشایع به ویژه مسیر نجف کربلا همچنان در راه هستند زائران امام حسین علیه السلام. و دیگه
زیارت اربعین محدود به یک روز نیست. این رو چند سالی هست که مراجع عظام تقلید هم راجع بهش سخن گفتند، استفتا شده از آیت الله العظمی شیرازی، از آیت الله العظمی سیستانی، که برخی از زائرانی که به هر دلیلی زودتر از روز اربعین ترک کربلا میکنن میتوانند زیارت اربعین امام حسین علیه السلام رو بخوانند، و زائرانی که پس از روز اربعین، زائرانی که در مسیر مشایع نجف کربلا هستند یا مسیرهای دیگر و فردا به کربلا میرسند، دو روز بعد اربعین، سه روز بعد اربعین به کربلا میرسند، میفرمایند که میتونن زیارت اربعین امام حسین علیه السلام رو قرائت کنن و در نامه عمل اونها ثبت میشه. زیارت اربعینی که امروز شما حسینیان و همه حسینیان در سراسر عالم به ویژه زائران اربعین امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا قرائت کردید، همه زیارت اربعینی که فرازی از این زیارت در طول سال مطلع شروع برنامه هشتگ سوژه هست. سلام بر حسینی که خون قلبش را بخشید تا بنده های خدا را از جهل رهایی دهد. این ماخوذ از فرازی از زیارت اربعین امام حسین هست که امروز همه حسینیان در سراسر دنیا خواندن: لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت ضلاله. انشاءالله که شما هم به زودی زائر امام حسین علیه السلام باشید در کربلا در شامگاه شنبه 26 شهریور 1401 با 968مین قسمت از پخش زنده هشتگ سوژه در خدمت شما حسینیان هستم. و امشب از شما میپرسم شما از مشایع زیارت اربعین امسال چه درسهایی آموختید؟ صدا و تصویر بنده را از شهر مقدس کربلا، خیابان قبله امام حسین علیه السلام، از ایستگاه پخش زنده مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام دریافت می‌کنید. و امشب راجع به درس‌هایی که زیارت اربعین امسال به ویژه عذرخواهی می‌کنم در مسیر مشایع اربعین و این صحنه‌های بی‌نظیری که خلق میشه هر سال در زیارت اربعین، شما چه درس‌هایی آموختید؟ چه شما بیننده محترمی که همین امسال زائر اربعین امام حسین بودید و به وطن خودتون برگشتید، به شهر و کشورتون برگشتید، چه شمایی که در شبکه امام حسین علیه السلام میدیدید این مقاطع رو یا در شبکه‌های اجتماعی، واقعاً چه درس‌هایی آموختید؟ این پذیرایی عراقی‌ها از زائران امام حسین علیه السلام، آغوش بازی که عراقی‌ها برای زائر امام حسین علیه السلام دارن، خانه‌هایی که در سراسر کشور عراق، نه فقط کربلا، در سراسر کشور عراق در مسیر زوار به روی همه زائران باز بود و انواع و اقسام خدمت رسانی هایی که انجام شد، چه درس هایی برای شما داشت؟ تماس بگیرید و نظر شما رو میشنویم. اولین تماس امشب از افغانستان، آقای حسنزاده از کابل با ما هستند. سلام میکنم به شما. سلام علیکم آقا. تحیات عرض میکنم خدمت شما. متشکرم. بفرمایید، نظرتون رو میشنویم. صدای تلویزیونتون تا آخر ببندید، صدای من رو از تلفن بشنوید. آقای حسنزاده،
درباره مشای اردینی که یا ما امسال افغانستان بگه جا مونده ما رسیدن نتوانستیم، دل ما پر میزند برای عشق با عبدالله حسین. انشاءالله که به زودی موانع برطرف بشه به لطف سید و شهدا، شما هم جزو زائران امام حسین باشید. بفرمایید که از تصاویری که دیدید از مشای اربعین امسال چه درسهای آموختید شما؟ آقا ما درسهایی که از اربعین عبدالله حسین آموختیم درسهایی است در جهان بی‌نظیر است، یک منظره بی‌نظیر است. اگر در عالم بشریت این را اگر کسی گوش داشته باشد بشنود، این درس بی‌نظیر است برای مردم، برای عالم بشریت. یکی دو موردش رو بفرمایید. همون طور که ابا عبدالله حسین علیه السلام و یاران با وفایش در اون روز در روز عاشورا جان خود را فدا کرد در کربلا، ولی امروز هم نشان داد زائرین ابا عبدالله حسین برای جهانیان. بله قطع شد تماسشون. سلام بدین به مولایمان. خب من صدای آقای حسنزاده رو ندارم، متشکرم از تماستون. انشاءالله که شما هم به زودی و همه برادران و خواهران مظلوم و ستم دیده ما در کشور افغانستان، عاشقان امام حسین علیه السلام که خون دل خوردند به معنای واقعی کلمه امسال و با دیدن تصاویر زائران میلیونی اربعین امام حسین علیه السلام خونجگر می شدند که موانع باعث شد که توفیق زیارت اربعین نصیبشون نشه. انشاءالله که با همت بیشتر و فعالیت‌های بیشتر در این زمینه همه موانع چه برای افغانستان، چه پاکستان، چه دیگر کشورها برطرف بشه. آیت الله العظمی شیرازی دام از الله همیشه تأکید کرده اند که برای تمامی کشورها قوانین دست و پاگیر برای زیارت اربعین امام حسین باید حذف بشه، چه کشورهای اروپایی، آمریکایی، چه کشورهای آسیایی. خب الحمدلله برای زائران ایرانی بسیاری از این موانع رفع شده. امیدواریم که بیشتر همت بشه در این زمینه و همگان مسئول هستند، همگان مسئول هستند، علاوه بر مسئولیتی که بر عهده حکومت‌ها و حاکمان است که وظیفه دارند موانع دست و پاگیری مانند ویزا و پاسپورت و این قوانین دست و پاگیر را حذف کنند برای زیارت اربعین حسینی. مردم و عاشقان امام حسین علیه السلام نیز در این زمینه از هر قشر جامعه که باشند مسئولیت سنگینی به عهده دارند، مطالبه گری باید داشته باشند در این زمینه. فراخوان‌ها از همین فردا باید شروع بشه، نه یک ماه به اربعین افغانستانی ها زنگ بزنن ما چه کار کنیم، به ما ویزا نمیدن. یک ماه به اربعین پاکستانی ها بگن ما چه کار کنیم، اتباع داخل ایران بگن ما چه کار. از فردا باید فعالیت کنید که موانع برطرف بشه و هیچ کسی در این زمینه نمیتونه بگه من که کاری از دستم برد. موبایل مگه ندارید؟ تو شبکه های اجتماعی مطالبه گری کنید، فراخوان بدید، بذارین دنیا متوجه بشه که چه فستیوال ها و جشنواره هایی با تعداد 50,000 نفر مثلا برگزار میشه و چه تسهیلاتی در اختیارشون قرار میدن در کشورهای اروپایی و غربی. چرا زیارت اربعین امام حسین علیه السلام با 25-30 میلیون جمعیت از بیش از 80 کشور دنیا میان و بی‌نظیرترین تجمع بشری سالانه کره زمین در کربلا رخ میدهد هر سال؟ چرا این همه مانع باید باشه؟ یقینا حسینیان در سراسر عالم وظیفه دارند که در این زمینه فعالیت کنند و از همه راه‌های موجود استفاده کنند. از همین فردا باید شروع کنید تا انشاءالله در یک سال آینده موانع یک به یک برطرف بشه. تماس بعد رو میگیرم. آقای تقوا از آباده، سلام علیکم. سلام سلام.
صدای تلویزیونتون رو تا آخر ببندید، صدای من رو از تلفن فقط گوش بدید. آقای تقوا بفرمایید نظرتون رو میشنویم، چه درس هایی از مشایع زیارت اربعین امسال آموختید؟ سلام علیکم حاج آقا. صدای تلویزیونتون رو خواهش میکنم ببندید، اینطوری وقت بیننده های محترم ضایع میشه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علی یا حامل لواء الحسین، السلام علی یا ساقی عطا شاه کربلا یا عباس. امسال متاسفانه حاج آقا ما نتونستیم بیایم کربلا. انشاءالله که به زودی قسمت و روزیتون بشه. بفرمایید از تصاویری که مشاهده کردید ما چه درس هایی آمدید؟ ولی از تلویزیون شبکه امام حسین 24 ساعته نگاه میکردیم. واقعا امسال بی نظیر بود این مشاهده ارمنی، کل جهان همه رو به هم ریخت. چه درس هایی آموختید آقای تقوا؟ قربون امام حسین برم، اصلا واقعا امسال بی نظیر بود. عشق، دلدادگی، محبت به امام اصلا بی نظیر بود امسال. واقعا شبکه های اجتماعی همه مونده بیدن، تعجب کرده بیدن، چه هیبتیه، چه شکوهیه، چه مشاعی بزرگی که بی نظیرترین مشاعی اربعین تو کل جهان. تشکر میکنم از تماستون آقای تقوا از آباده. صدای من رو هم ظاهرن ایشون ندارن. یکی از مهمترین پیام های زیارت اربعین امام حسین علیه السلام و مشاعی اربعین حسینی برای جهانیان این هست که چهره دروغینی که از اسلام معرفی شده توسط حکومت‌های اسلامی به دنیا، این چهره دروغین اسلام برملا میشه که واقعا دروغ بوده. چیزی که از اسلام دیدن جهانیان در حکومت‌های اسلامی، برعکسش رو در تجمع میلیونی زیارت اربعین امام حسین علیه السلام میبینن. اون حجم از خشونت، نفرت، اون مسائلی که در حکومت‌های اسلامی می‌بینن کاملاً برعکسش در تجمع میلیونی زیارت اربعین حسینی دیده میشه و این برملا می‌کنه چهره دروغینی که اونها معرفی کردن از اسلام. اسلام علوی رو در زیارت اربعین امام حسین علیه السلام می‌بینن جهانیان و می‌بینند که از بیش از 80 کشور دنیا مشرف میشن کربلا، با فرهنگ‌های مختلف، با ملیت‌های مختلف، با تمام اختلافاتی که این زائران با یکدیگر دارن از جوانب متعدد، ولی الحسین یوحدنا. آیت الله العظمى شیرازی فرمودن الحسین یوحدنا. امام حسین علیه السلام محور اتحاد بشریت و جهانیان است و جهانیان باید این مطلب رو بهش برسن و درک کنند که فرهنگ حسینی تنها راه نجات بشریت است. یکی دیگر از فرمایشات آیت الله العظمى شیرازی اینه، فرهنگ حسینی تنها راه نجات بشریت است. چرا؟ چرا فرهنگ حسینی؟ جهانیان میبینند این فرهنگ حسینی در مشایع اربعین، در زیارت اربعین، در مسیرهای مشایع، در شهر مقدس کربلا، ایثار، فداکاری، عطوفت و مهربانی، برادری و برابری و مساوات، همه اینها رو میبینن در این زیارت و متوجه میشن که اسلام واقعی همینه، اسلام علوی همینه، نه اون چیزی که در کشورها و حکومتهای اسلامی به نام دین و به نام اسلام به مردم معرفی میشه. لذا متوجه خواهند شد و این مسئولیت سنگینی است بر عهده حسینیان که تصاویر مختلفی که می‌بینید از مشایع اربعین، از زیارت اربعین، این صحنه‌های زیبا و ناب که واقعاً زیبایی‌های اسلام علوی هست، زیبایی‌های فرهنگ حسینی هست، این رو برای دیگران هم منتشر کنید که فرهنگ حسینی چرا تنها راه نجات بشریته. همگان باید بدانند. تماس بعد رو بفرمایید. اسمشون رو بفرمایید. آقای جمعه خانی از سوئیس، سلام علیکم. سلام علیکم آقای بهنام، عرض سلام و ادب دارم
خدمت همه دستاندارکاران شبکه امام حسین علیه السلام. متشکرم از لطف شما. بیننده های شبکه امام حسین علیه السلام، بفرمایید از مشایخ اربعین حسینی به درس های آموزشی. خواهش میکنم بفرمایید، به اختصار بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خیلی نست خانم آقای لطف این آیت کن. السلام علیکی یا اول فضل عباس. خیلی ممنون انشاءالله زیارت اربعین نصیبی مهم بشه انشاءالله. الهی آمین. چه درس های آموختید شما امسال آقای جامعه خانی؟ از کشورهای مختلف و این صدای من رو دارید آقای جامعه خانی؟ صدای من رو دارید آقای جامعه خانی؟ بله بله آقای بهمن، پاسخ سوژه امشب رو چه درس های آموختید از مشایخ زیارت اربعین امسال، صحنه هایی که دیدید. حضور جمعیت میلیونی شیعیان از کشورهای مختلف از جاهای مختلف نشان دهنده حقانیت و عشق به اهل بیت نشان می‌ده انشاءالله که این زیارت اربعین نصیب ما هم بشه انشاءالله. الهی آمین. متشکرم از تماستون آقای جمعه خانی از سوئیس. خواهش میکنم بیننده های محترم بیشتر به سوال برنامه دقت کنند. از عظمت زیارت اربعین هر چه بگوییم کمه و نمیتوانیم آنچه که رخ میدهد در این مسیر، در این زیارت به همگان بگوییم. واقعا امکان پذیر نیست. سوال ما اینه که شما چه درس هایی آموختید؟ چه اگر شما زائر اربعین بودید و حضور پیدا کردید الحمدلله، چه در تصاویری که از شبکه امام حسین علیه السلام مشاهده کردید که از 10-15 روز قبل از بصره همراه مسیر میلیونی مشایخ بودیم ما و شما بیننده های محترم بیننده تصاویر زنده و مستقیم از بصره بودید تا دیگر مسیرها، دیوانیه، اماره، شهرهای جنوبی عراق و از این طرف مهران و پخش زنده هایی که هر روز از مرز مهران داشتیم، پخش زنده از چند نقطه مسیر نجف کربلا، عمود 96، عمود 1114 که ایستگاه پخش زنده مجموع رسانه امام حسین علیه السلام هست و ورودی های مختلف کربلا، ورودی سه جده با بغداد و دیگر ورودی هایی که دیدید. این تصاویر رو از شبکه امام حسین علیه السلام چه درس هایی آموختید؟ بریم پیام صوتی با هم بشنویم. بریم بشنویم. سلام علیکم، مرتضی هستم از آمریکا. فقط یکی از مهمترین چیزا به نظر بنده که امسال ما از زیارت اربعین آموختیم این که این ائمه زلال میفرمایند که پیامبر فرمودن گویا صلی الله علیه و آله و سلم که این ائمه زلال سعی میکنن که این آثار امام حسین رو محو کنن. الا یزداد و الا علو و لا یزداد و الا علو. در صورت واقعا اینو میشه لمس کرد که امسال با وجود کارشکنی های خیلی ها از دوستان در لباس دشمنان، البته در لباس دوست و دشمنانی که از ظاهرن، علی‌رغم تمام همه اینا الحمدلله زیارت خیلی خوب میلیونی، هرچند این حق اهل بیت نیست. به نظر بنده ما حدود 300-400 میلیون شیعه داریم، انشالله که خدا بیشتر کنه صدها میلیون بیان واسه زیارت اربعین. التماس دعا یا علی بده. تشکر میکنم از آقای مرتضی که از آمریکا نظرشون رو به صورت پیام صوتی ارسال کردن. فرهنگ حسینی
که آیت الله العظمی شیرازی دامز الله میفرمایند تنها راه نجات بشریت است، فرهنگی است که مالامال از عطوفت و مهرورزی است، برخلاف آنچه در کشورهای اسلامی کنونی دیده میشه و عملکرد این کشورهای اسلامی رو برخی از جهانیان و غربیان تصور میکنن که این اسلامه. در زیارت اربعین حسینی دروغهای حکومتهای اسلامی برملا میشه، کارهای ناشایستی که به نام دین انجام میدن برملا میشه، مردم، دنیا، جهانیان عطوفت و مهرورزی میان حسینیان میبینند، برخلاف آن چیزی که از خشم و نفرت و دروغگویی و زندانهای پر از انسانهای بیگناه و شکنجه و اینهایی که در کشورهای و حکومتهای اسلامی هست. اینجا در زیارت اربعین حسینی جهانیان مروت و جوانمردی میبینند، ویژگی هایی که در مشایه و در زیارت اربعین حسینی هست رو اگر کسی مطابقت کنه با ویژگی های حکومت پیامبر خاتم الانبیا و امیر المؤمنین علیهم السلام، میبینه که دقیقا همان ویژگی هایی که در حکومت پیامبر و امیر المؤمنین بوده در زیارت اربعین حسینی دیده میشه به شکل کوچکتری در این مدت زمان محدودی که 10-20 روزی که زائران از بیش از 80 کشور دنیا به سوی کربلا برای زیارت اربعین امام حسین میان. اینها رو میبینن، لذا دروغهای حکومتهای اسلامی برملا میشه، جهانیان متوجه میشن که این فرهنگ حسینی که در زیارت اربعین و مشایه امام حسین علیه السلام زیارت اربعین میبینن، این فرهنگ حسینی باعث نجات بشریت الان چی میخواد؟ تشنه چیه؟ تشنه اخلاقه و این اخلاق رو در زیارت اربعین حسینی میبینن، تشنه عطوفت و مهرورزی، این عطوفت رو در زیارت اربعین حسینی میبینن. عراقی ها بدون اینکه بدانند و بدون اینکه بپرسند از این افراد که از بیش از 80 کشور دنیا به عراق آمدند بپرسن از کجا هستی، چه کاره هستی، چه دینی داری، حتی بهشون خدمت میکنن، عطوفت و مهرورزی بدون قید و شرط، مروت و جوانمردی میبینن. این چیزیست که در اسلام علوی فقط مشاهده میشه، نه در حکومتهای اسلامی کنونی. این چیزیست که فرهنگ حسینی اسمش هست و این دنیای امروز تشنه همین فرهنگ حسینیه، لذا وظیفه و مسئولیت حسینیان در سراسر دنیا بسیار بسیار سنگینه که تک تک مطالبی که از فرهنگ حسینی در زیارت اربعین میبینن به دنیا منتقل کنن، دنیا را با فرهنگ حسینی آشنا کنن. امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در اون نامه به مالک اشتر فرمودن یا مالک الناس صنفان اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق، مالک داری میری حکمرانی کنی بر مردم، بدان مردمی که تو میری براشون حکومت کنی دو گروهن، از این دو گروه خارج نیستن، یا برادر دینی تو هستند یا در آفرینش نظیر و مانند تو اند. حق نداری خون آنها رو در شیشه کنی به اسم اینکه تو حاکم شدی بر اونها. و این فرمایش امیرالمؤمنین که اسلام علوی است فقط و فقط در مشایه زیارت اربعین امام حسین علیه السلام دیده میشه. یک حکومت اسلامی شما نام ببرید که این فرمایش امیرالمؤمنین در اون حکومت امروز اجرا میشه. الناس صنفان اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق. در مشایه اربعین امام حسین علیه السلام هزاران هزاران بار مردم میبینن مصداق این فرمایش امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو. همین زائرانی که الان مقابل ایستگاه پخش زنده مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام هستند، از تک تکشون اگه پرسیده بشه بارها و بارها چه در طول مسیر مشایع چه در شهر مقدس کربلا دیده اند همین مصداق فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام رو.
الناس صنفان اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق. بر همین اساس است که آیت الله العظما شیرازی میفرمایند فرهنگ حسینی تنها راه نجات بشریت است. مردم و بشریت امروزه جهان تشنه این فرهنگه که همه با هم برادر باشند، برابری و مساوات اجرا بشه در جوامع. این برابری و مساواتی که در زیارت اربعین حسینی دیده میشه، این عشق، این عطوفت، این مهرورزی واقعا بی قید و شرطی که جهانیان میبینند در زیارت اربعین حسینی، این نمونه کوچکی از همین فرمایش امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام هست که میفرمایند الناس صنفان اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق. و فقط در حکومت پیامبر خاتم الانبیا، حکومت امیرالمؤمنین و در مشایع زیارت اربعین حسینی پس از 1400 سال، جهانیان می توانند این مصداق این فرمایش رو ببینند. یا مالک ان الناس صنفان اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق. این فرهنگ حسینیه که اسلام علوی رو به جهانیان معرفی میکنه، نه حکومت‌های اسلامی. حکومت‌های اسلامی نفرت، خشونت، جنگ، تنفر، اینها رو دارن به دنیا نشون میدن و این چیزی نیست جز اسلام معاویه، جز اسلام وارونه ای که سعی میکنن به نام دین و به نام اسلام به جهانیان معرفی کنن. این همان فرهنگ داعش است که امروزه در بسیاری از کشورهای اسلامی دیده میشه. خشونت بی حد و مرز و بی قید و بند و نفرت فراکنی در حکومت‌های اسلامی به نام دین. اما میخوان شما جهانیان با اسلام علوی آشنا بشن، باید این مشایع و این زیارت میلیونی اربعین حسینی رو جهانیان ببینند و بدانند و ازش مطلع باشند. متاسفانه نه تنها جهانیان، بسیاری از مسلمانان شاید باشند تا الان که مطلع نباشند چه رخ میدهد در این بزرگترین تجمع بشری سالانه در کره زمین که در کربلا رخ میدهد. متاسفانه برخی هنوز آگاهی ندارن. این وظیفه شما هست که اولا آگاه بشید، در ثانی دیگران رو آگاه کنید. تماس وصل میکنید آقای؟ بله بفرمایید. سمیم بازر از بلد بلخش مزار شریف کشور افغانستان. بفرمایید نظرتون رو میشنویم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. نایب زیاره همه گذشتگان، دیندان، حقداران، مخصوص حاجی پدر ما، برادران ما هستیم. زیارتتون قبول باشه. انشاءالله که به زودی در کربلا مشرف بشید و بفرمایید میشنویم. مشایعی زیارت اربعین ایست که گوشه از اسلام ناب محمدی جلوگر میشه، نمایان میشه که بیش از 80 کشور جهان با هر نژاد، با هر زبان، با هر قومیت و رنگ که هست میای اینجا فقط گرد یک محور که محورم حسین ابن علی است و این گوشه عزیز که شناخت شوه امام زمان برای مردم ما، چون بزرگا و علمای دین میفرمایند زمانی که حضرت ولی عصر ظهور میکند و خود را معرفی میکند که یکی از فرزندان امام حسین است و این کار باعث از این میشود که امام حسین برای جهانیان توسط ما شناخته شود و از دولت عراق میخواهیم که روادید را آسانتر بکنند که تا ما بتوانیم زیارت اربعین انشالله که برسیم و دیگر عاشقان و دلباختگان امام حسین علیه السلام به این زیارت بیایند و انشالله که اگر روادید آسان باشد
بیش از شاید 50 میلیون 60 میلیون زائر داشته باشیم، مگر این زمان از یک ماه آغاز شود تا بتوانند همه به فرصت مناسب و وقت کامل زیارت کامل داشته باشند، خیلی خوب می شود. الهی آمین. متشکرم از تماستون آقای محمد از مزار شریف افغانستان. یکی از درس‌هایی که همگان می‌آموزند از زیارت اربعین امام حسین علیه السلام و وظیفه همگان است که اطلاع رسانی بکنند، آگاه بکنند جهانیان را از این موضوع. آیین مساوات و برابری در اسلام هست. مساوات و برابری در حکومت‌های اسلامی امروزه یک شعاره، مثل ده‌ها شعار دیگری که یدک می‌کشن برای اینکه به دنیا بگن اسلام همینه که ما انجام میدیم. دختر بیگناه مردم رو بکشن، به کشتن بدن، بعد هم همه دست به یکی صدها مریضی و سرطان و صدها درد و بیماری برای او معرفی کنن که از کودکی اصلا مریضی داشته و بکشن و به اسم اسلام، به اسم امر به معروف و نهی از منکر. درد اینجاست، دنیا اینو میبینه، اینطوری دارن اسلام معرف. این اسلام معاویه است، این همین کاریه که بنی امیه میکنه، همین کاریه که امروز داعش میکنه. و فرهنگ مساوات و برابری فقط در حکومت پیامبر خاتم الانبیا به معنای واقعی کلمه دیده شد، در حکومت امیرالمؤمنین و در زیارت اربعین امام حسین علیه السلام که نمونه و مصداقی کوچک از حکومت عدل مهدوی پس از ظهور است. برنامه راجع به این موضوع داشتیم، باز هم انشاءالله صحبت میکنیم. روایات مهدوی که راجع به ویژگی های حکومت امام زمان پس از ظهور صحبت میکنه، روایات را اگر مشاهده کنید میبینید که نکته به نکته روایاتی که حکومت امام زمان پس از ظهور ویژگی هاش رو معرفی میکنند، مصادیقش رو در زیارت اربعین حسینی میبینیم. یکی از مواردش همین فرهنگ مساوات و برابری هست. مساوات و برابری یعنی نزد اسلام علوی، اسلام واقعی، در فرهنگ حسینی عرب را بر عجم هیچ برتری نیست، سفید بر سیاه هیچ برتری نداره، حاکم بر رعیت هیچ مزیت و ویژگی خاصی نداره. این یکی از فرهنگ هایی است که در زیارت اربعین حسینی دیده میشه، یعنی فرهنگ حسینی نجات، تنها راه نجات بشریت هست. این رو باید به جهانیان اطلاع رسانی کرد. برابری طبقاتی در زیارت اربعین حسینی فقط دیده می شود. دیدید فیلم هاش رو، بسیاری از مسئولین والا رتبه عراقی خدمت می کنند به زوار اربعین امام حسین علیه السلام. برابری طبقاتی در خدمتشون هم نمی پرسن از طرف مقابل که تو رتبت چیه، چه درجه اجتماعی داری، چه رتبه اجتماعی داری، همگان در نظرشون مساوی هستند. این برابری طبقاتی امروز یک کشور، یک حکومت اسلامی اسم بیارید که رعایت بشه درش، نیست متاسفانه. در زیارت اربعین حسینی هزاران موردش دیده میشه، برابری حقوقی، برابری در اجرای قانون و بسیاری از موارد دیگر که در اسلام علوی بهش توصیه شده، در حکومت پیامبر خاتم الانبیا و حکومت امیرالمؤمنین دیده شده و در حکومت عدل مهدوی انشاءالله خواهیم دید. مصادیق از اون رو در زیارت اربعین حسینی میبینیم که بزرگترین تجمع بشری سالانه کره زمین در شهر مقدس کربلاست و آیت الله العظما شیرازی دامظله میفرمایند که فرهنگ حسینی تنها راه نجات بشریت است. باید وظیفه داریم، مسئولیت همگان است که این ویژگی ها و زیبایی هایی که در زیارت اربعین حسینی دیده اید رو منتشر کنید، اطلاع رسانی بکنید تا بشریت آگاه بشه. اسلام واقعی این چیزی نیست که امروزه در حکومت های اسلامی میبینند و با امام حسین و فرهنگ حسینی آشنا بشن. تشکر میکنم از همراهیتون، دعاگو من آیبو زیارتون هستم.
برنامه هشتگ سوژه روزهای زوج خواهد بود. فرد شب برنامه نداریم. روزهای زوج همین تایم 23 دقیقه به وقت تهران و کابل در خدمتتون هستم. یا علی مدد.